خب به نام خدا سلام، منم سلام عرض میکنم به شما همه دوستان عزیز. عصر شنبتون اول هفتهتون بخیر باشه. من یه مقدار به خاطر مشغله‌های کاری برنامه‌های مختلفم با اینکه یادداشت میکنم ولی یادم میره. جلسه امروزم آقای دکتر زاره یادآوری کردن، من یک کوچولو فراموش کرده بودم ولی بالاخره یه 15 دقیقه تاخیر ایجاد شد. از این بابت عذرخواهی میکنم از دوستان و ویدیو رو هم بدم که تصویر من رو هم داشته باشین. اینطوری فکر کنم بهتره. اوکی، خب اگر موافق باشیم مبحث رو شروع میکنیم. منم سلام عرض میکنم به همه دوستان. جلسه گذشته، دو تا جلسه که در خدمتون بودم، بر تو تومورهای مغزی صحبت کردیم و این جلسه طبق سرفصلی که دوستان به من دادن قراره که در رابطه با بیماری های ستون مهره، فتق دیسک و البته تو سرفصلتون فلج اندام بود که احتمالاً همون منظور دیسکوپاتی ها و بیماری های مرتبط با نخاع هستش. این جلسه به خاطر اینکه حالا دوستان از رنج مختلفی از رشته های مختلف حضور دارن و خود حالا بچه های رشته های علوم زیستی پزشکی هم شاید آشنایی کمتری با آناتومی ستون مهره داشته باشن، من اختصاص میدم به بررسی آناتومی ستون مهره ها و اسپاینال آناتومی رو در واقع با هم یه بررسی کوچولو میکنیم و جلسه آینده که حالا من دوباره این مبحث رو با شما دارم یه گریزی هم میزنیم به بحث فتق دیسک و روش های درمانیش و اینها که توی سرفصلاتون هست و عوارضی که ممکنه احیانا برای بیماران این در واقع مشکل ایجاد بکنه. خب مواردی که خدمتتون عرض میکنم مثل جلسه گذشته از همین کتاب جراحی اعصاب یومنز اند وین هست که حالا تکستبوک جراحی اعصاب هست توی کشور ما. رزیدنت های جراحی اعصاب و اساتید جراحی اعصاب از این کتاب مطالعه میکنن و کتاب خیلی خوب و جامعی هستش. برای مطالعه بیشتر هم اگر خواستین فصل 276ش هست فکر کنم بحث ستون مهره از اونجا شروع میشه، چندین فصل داره که در واقع با این قضیه صحبت میکنه. خب اول در رابطه با کل ستون فقرات و اون نمای کلی ستون فقرات یه صحبتی داشته باشیم. ستون فقرات یا اسپاین در واقع اسپاینال ورتبرا هم بهش میگن، ستون فقرات یا ستون مهره ها در واقع یک محفظه استخوانی هست که این محفظه استخوانی کارش در وهله اول حفاظت از سیستم عصبی مرکزیه، مثل جمجمه که یه محفظه استخوانی هست و مغز رو حفاظت میکنه از ضربه. ستون مهره ها هم یه محفظه استخوانی، یک کیج، یک قفس هست برای اینکه نخاع رو که جزئی از سیستم عصبی مرکزی هست از آسیب و ضربه حفظ بکنه. و در وهله دوم وظیفه پایدار نگه داشتن و استوار نگه داشتن تنه یا در واقع نیم تنه بالایی انسان رو بر عهده داره. یعنی اسکلت ما بالای لگن اون چیزی که باعث حفظ ساختار بدن، استوار بودن، صاف وایستادن و حفظ ساختمان عضلانی اسکلتی بدن ما میشه ستون مهره ها هستش. ستون مهره ها 7 مهره گردنی داره، 12 مهره توراسیک یا سینه‌ای بهش میگن، 5 مهره لومبار یا کمری و 5 تا مهره ساکرال یا خاجی هم اصطلاحا بهش میگن که این مهره ها دیگه به هم جوش خوردن، مثل بقیه مهره های ستون مهره ها نیستن. همه این مهره ها در تماس با هم یک ساختمانی رو تشکیل میدن که عرض کردم
هم حمایت فراهم میکنه برای اسکلت بدن، هم که وظیفه منعطف نگه داشتن بدن و اسکلت فوقانی بدن رو هم بر عهده داره. و اینکه حالا نخا و اون سی جفت عصبی که از نخا، ریشه عصبی که از نخا منشعب میشه رو هم در بر میگیرن. یه نگاهی به این ستون مهره‌ها بندازیم. ستون مهره از سه نما نشون داده شد، در واقع نمای فوقانی یا فرونتال که دارید توی سمت چپ تصویر شما میبینید، نمای اصخایی میکنم روبرو یا فرونتال که دارید در سمت چپ تصویر میبینید، نمای جانبی در واقع که شما دارید توی قسمت وسط میبینید، همون لترال ویو اصطلاح هم بهش میگن، و نمای در واقع پشت که پوستریور ویو اصطلاح هم بهش میگن. تو نمای فرونتال یا آنتریور که سمت چپی هست، مهره اول و دوم گردنی که با حروف اختصاری C1 و C2 نشون داده میشن، منظور همون سرویکال 1 و سرویکال 2 هست. مهره گردنی 1، مهره گردنی 2 رو میبینیم. T1 اونجایی که مهره کمری اول یا توراستیک اول شروع میشه رو مشخص کرده، T12 L1 اونجایی که لومبار یا کمری اول شروع میشه رو مشخص کرده، و L5 که مهره پنجم کمری هست. ادامش هم که مهرهای S1 تا S5 رو داره به شما نشون میده، همون 5 تا مهره‌ای که گفتیم به هم دیگه جوش خوردن، فیوژن پیدا کردن یا فیوز شدن اصلا، یا در واقع بهشون میگن مهرهای خاجی که تشکیل دهنده که استخوان ساکروم یا استخوان خاجی رو در واقع تشکیل میدن. اون آخرش هم یه زائده استخوانی وجود داره که بهش میگن کاکسیکس، که اصطلاحا ما بهش میگیم دنبال، که دقیقاً انتهای ستون فقرات هست و یه ذره بالاتر از بین دو تا عضله گلوتوس در انتهای ستون مهره، اونجایی که تموم میشه قابل لمسه، شما خودتون میتونید با دست لمسش بکنید. و خیلی از مواقع تو کسایی که طولانی مدت میشینن یا مثلا تورمایی ضربه چیزی میخوره، ناحیه دچار التهاب میشه، خیلی مستعد التهاب هستش. همطور که توی تصویر وسط یا نمای لترال دارید میبینید، ما سه تا انحنا توی طول ستون فقراتمون داریم. یه انحنای فوقانی که در نتیجه کنار هم زیر هم قرار گرفتن مهره‌های گردنی ایجاد میشه، بهش میگن سرویکال کرویچر یا انحنای گردنی، یا اصطلاحاً سرویکال لوردوزیس هم بهش میگن، میگن لوردوز گردنی. این انحنا و این در واقع فرو رفتگی و تقعری که در واقع گردن داره بهش میگن سرویکال لوردوزیس یا در واقع انحنای گردنی. پایین تر که میایم دوباره این انحنای عوض میشه. توی مهرهای توراسیک و نحوه قرار گرفتن مهرهای توراسیک به شکلی هستش که این مهرها یک انحنا یا تحدب رو ایجاد میکنن، برعکس مهرهای گردنی که تقعر ایجاد میکردن، اینا یه تحدب ایجاد میکنن. به اینم میگن توراسیک کرویچر یا اصطلاحا میگن کایفوزیس یا کیفوز ما بهش میگیم، توی خیلی ساده زبان فارسی میگیم کیفوز. اینجا همون جایی که وقتی مثلا یه پیرمردی پیرزن این چیزی رد میشه، میگه قوز داره، در واقع اصطلاحی میشه همین کیفوزه یا کایفوزیس، که نشون دهنده اینه که زاویه قرارگیری مهرهای توراسیک یا سینه‌ایش خیلی در واقع به هم ریخته است، عوض شده، کرویچر زیاد شده و اصلا هایپر کایفوزیس یا یعنی کیفوز بالا ایجاد شده براش و قوز اصطلاحا ما بهش میگیم. دیگه باز دوباره یه انحنای دیگه توی مهرهای کمری داریم و نحوه قرار گرفتن مهرهای کمری یا لومبار که بهش میگن لومبار کرویچر، دوباره اینجا میشه لومبار لوردوزیس. پس این تقعرهایی که در طی ستون فقرات داریم ما بهش میگیم لوردوزیس، و تحدبی که در واقع ایجاد میشه در طی ستون فقرات رو بهش میگیم کایفوزیس. در طب درمان کایفوز و اینها، بله، حالا البته جلسه بعد احتمالاً برسیم درباره صحبت بکنیم، ولی کایفوز رو اگر مدت زمان زیادی ازش نگذشته باشه، در واقع استخوان‌ها فیوز نشده باشن تا همون حالت، با هم جوش نخورده باشن، فرد جوان باشه، تو افراد پیر خب احتمال اصلاحش خیلی
در واقع کم هست، به خاطر اینکه دیگه اون مهره ها این ساختارشون حفظ کردن، بینشون فیوژن یا اتصالات استخوانی ریز و کوچیک برقرار شده، مثل دوتا تیراهنی که شما اومدید با خالجوش اصطلاحا هم به هم چسبوندید و لیگامان ها صفر میشن، انعطاف پذیر ستون فقرات از بین میره، انعطاف پذیر دیسک ها از بین میره و تو سنین بالا خب نمیشه این رو درمان کرد. ولی بله، افرادی هستن که به صورت مادرزایی دچار کایفوز هستن و این کایفوز توی سندروم های مختلف نورولوژیک هم دیده میشه و تا یه درجاتی قابل اصلاح هستش، بله، و میشه اون رو درمان کردش. خب اینم از این. نهایتاً هم یه ساکرال کیورچر داریم یا فرو رفتگی یا انحنای خارجی یا ساکرال، که دیگه این تو فضای لگن هستش، توی فضای لگن این انحنا ایجاد میشه. بله، درمان کایفوز جراحی ازش با درمان غیر جراحی نمیشه انجام داد و در واقع فرد تحت درمان قرار میگیره با روش های مختلف، مثلا اینکه ستون مهره ها از پشت باز میشن با کارگزاری پیچ و مهره، اصطلاحاً راد پیچ مهره، این انحنا کایفوز در واقع اصلاح میشه و سعی میکنن الائنمنت ستون فقرات رو ایجاد بکنن، توی راستا قرار بدن. کایفوپلاستی هم در واقع اصطلاح علمیش هست که البته با روش‌های مختلفی قرار میگیره انجام میگیره. یکی از روش‌ها هم تزریق سیمنت یا سیمان هستش که برای این موارد انجام میشه از راه پوست. یه ماده هست که معروف شده به سیمنت یا سیمان که اون رو توی بعضی از فضاهای بین مهره‌ای و فضای استخوانی تزریق میکنن برای اینکه اون کایفوز در واقع اصلاح بشه. بله، این همون این چیزی که خدمتتون گفتم همون معروف به کایفوپلاستی هستش. دیگه خواهش میکنم، امیدوارم حالا منظور سوالتون رو درست متوجه شده باشم. در کنار این تصویر، یعنی سمت راست تصویر، شما نمای پوستریال یا نمای خلفی رو دارید نگاه میکنید، نمای پشتی رو دارید نگاه میکنید که زوائد خاری یا اسپاینوس پروسس ها دیده میشن و شما سه تا قسمت ستون مهرهای گردنی، توراستیک، سینه و کمری رو میتونید مشاهده بکنید. حالا تا اینجا این یک ساختار استخوانی هستش که ما در ارتباط با ستون فقرات داریم و درباره صحبت کردیم. خب داخل این ساختار استخوانی هم نخاع هست و ریشه های عصبی که ازش جدا میشن که در ارتباط اونها جلوتر صحبت میکنیم. هر کدوم از این قسمت ها، چه قسمت استخوانی، چه حتی قسمت های لیگامان هایی که در طول این ستون فقرات ما داریم و قسمت عصبی، میتونن دچار بیماری های مرتبط با خودشون بشن. مثلا همین از بین رفتن انحناهای ستون فقرات که بهش میگیم هایپرلوردوزیس، هایپر کایفوزیس یا هایپو ممکنه بشه. ممکنه علاوه بر این که مثلا قوس گردنی ما ممکنه بیش از حد بشه، دچار هایپرلوردوز بشه، ممکنه بیمارم در واقع لوردوز یا انحنای گردنش رو از دست بده که یک اختلال نسبتا شایع هست و کسانی که طول مدت میشینن مطالعه میکنن یا با مثلا کامپیوتر و لپتاپ کار میکنه معمولا اتفاق میفته که خودش بازی سری عوارض داره، سری اتفاقات ایجاد میکنه. و یا اینکه ممکنه این مهره ها روی همدیگه بلغزن توی نمای لترال که شما توی قسمت وسط دارید نگاه میکنید، اگر این مهره ها نسبت به همدیگه جابجا بشن و لغزش ایجاد بشه، اصطلاحا میگن بیمار دچار اسپوندیلولیستزیس شده، یعنی دچار سرخوردگی مهره ها روی هم شده. ممکنه مهره ها در واقع قسمت اتصالاتشون به هم دچار شکستگی بشه، اتصالاتش با ساختمان‌های خلفی دچار شکستگی بشه که توی جوان‌ها بیشتر اتفاق میفته، بهش میگن اسپوندیلولایزیس یا اسپوندیلولیز بهش میگن و هزار و یک بیماری دیگه. و در واقع یکی از بیماری‌های نسبتاً مهمی که حالا بیشتر جنبه‌های مادرزادی داره، بیماری در واقع اسکولیوزیس هست یا اسکولیوز، که وقتی این الائنمنت یا در یک راستا بودن ستون مهره ها، وقتی شما از نمای آنتریور یا در واقع روبروی نگاه میکنید به مهره ها، وقتی به هم میخوره، یعنی به جایی که ستون مهره اینجوری صاف بیاد پایین،
دچار یه انحنایی میشه وقتی از روبرو دارید نگاه میکنید، به این میگن اسکولیوزیس یا اسکولیوز ما بهش میگیم، و این هم با جراحی قابل درمانه توی سنین پایینتر و جوانها با همون روش های جراحی و کارگزاری پیچ و راد و اینها. این یه صحبت کلی در رابطه با آناتومی ستون فقرات. حالا یه کوچولو میتونیم ریزتر بشیم توی ساختمان مهره ها در رابطه با کایفوز و لوردوز ها که براتون صحبت کردم. این تعادلی که این دوتا، این سه تا انحنا، دو تا لوردوز و یک کایفوز توی ستون فقرات ایجاد میکنن اینجا توی نمای وسط، ما اصطلاحا بهش میگیم ساجیتال بالانس یا تعادل ساجیتال. یک ستون فقرات سالم باید این ساجیتال بالانس رو داشته باشه و هدف و هر بیماری که این ساجیتال بالانس رو به هم بزنه، خب یه اختلالی توی ستون فقرات انجام میشه و نهایت همه تلاش‌های درمانی و جراحی این هستش که این ساجیتال بالانس حفظ بشه و این ساختاری که از دوتا کایفوز و یه لوردوز، از دوتا لوردوز یه کایفوز تشکیل شده، خودش رو حفظ بکنه. به این میگن ساجیتال بالانس. اینم حالا فراموش کرده بودم بگم که خدمتون گفتم. حالا این ساجیتال بالانس به چه دردی میخوره؟ ساجیتال بالانس یا این انحناها باعث میشن که عضلات ما بدون ایجاد یک فشار مضاعف یا کشش مضاعف بتونن اون استحکام بدن رو حفظ بکنن و بتونن به کاری بکنن که بدن ما به جاذبه، به نیروی جاذبه غلبه بکنه و سر پا وایسه، استوار وایسه. این کاریه که این ستون فقرات، ستون مهره های ما و این ساجیتال بالانس برای ما انجام میده. اینا یه زاویه های مشخصی دارن. توی در واقع بالغین، کسایی که دیگه رشدشون کامل شده، صفحات استخوانشون بسته شده، به سن بلوغ رسیدن، سرویکال لوردوز یا لوردوز گردنی چیزی هولوش بین 30 تا 40 درجه باید باشه. توراستیک کایفوزیس یا کیفوز سینه‌ای باید به چیزی بین هولوش 20 تا 40 درجه باشه و نهایت هم لومبال لوردوزیس بین 20 تا 45 درجه است توی بالغین. حالا اینکه این 20 تا فلان 30 تا فلان این تفاوت به خاطر چیه؟ اینا وریشن های آناتومیک و ژنتیک و نژادیه. تو نژادهای مختلف، تو شغلهای مختلف، توی خانواده های مختلف ممکنه این متفاوت باشه. بنابراین چه در جنس های مختلف، یعنی مثلا خانم و آقا، و چه در واقع سنین مختلف، این ممکنه متفاوت باشه. در با افزایش سن لوردوز کاهش پیدا میکنه، کایفوز بیشتر میشه یا بلکس همین اتفاق ممکنه بیفته. خب مشاهده میکنین از مهره ها توی بالا سمت چپ داره مهره C1 یا اولی مهره گردنی رو به شما نشون میده که ما بهش میگیم مهره اطلس. اسم دیگرش مهره اطلس هستش. این مهره اطلس رو انگار که شما دارید از بالا نگاه میکنید، یعنی این مهره رو از اینجا برداشتید دارید اینجوری از بالا بهش نگاه میکنید. ببینید چند قسمت مختلف داره. یه ورتبرال فورامن داره که خب از این ورتبرال فورامنه مسلما نخاع عبور میکنه، یعنی جای یک فضای توی مهره های گردنی که اجازه بدن نخاع از توش عبور بکنه و این ساختمان استخوانی نخاع رو در بر میگیره، بین خودش حفاظت میکنه. یه پوستریور توبلکل داره، یعنی یک برجستگی استخوانی تو ناحیه خلفیش هست که حالا از روی گردن خیلی سخت میشه لمسش کرد، ولی هرچی که به سمت پایین تر میایم و این مهرهای گردنی رو از بالا به پایین طی میکنیم، این پوستریور توبلکل برجستگی بیشتر میشه، طولانی تر میشه و طولش اضافه میشه و تبدیل میشه به اسپاینوس پروسس یا زائده خاری. حالا که توی اطلس و توی در واقع مهره C2 این برجستگی خیلی کوچیک هست. همطور که میبینید توی همون اطلس یا C1 وقتی از بالا داریم بهش نگاه میکنیم یه سری سطوح مفصلی وجود دارن. این دوتا سطح مفصلی اینجا وجود داره که این دوتا سطح مفصلی که هستن مسئول اتصال دادن جمجمه به ستون مهره ها هستن، یعنی در واقع استخوان اکسیپیتال که استخوان انتهایی و تحتانی جمجمه و قاعده جمجمه هست،
میاد به وسیله این سوتوی مفصلی که شما اینجا دارید میبینید روی مهره اطلس یا سیوان به ستون فقرات متصل میشه و این جمجمه مثل یک گویی روی این ستون فقرات قرار میگیره. دو طرف این سطوح مفصلی رو شما اگر نگاه بکنید دو تا سوراخ کوچیک‌تر هست، بهش میگن ترانسورس فورامن. ترانسورس فورامن در واقع اونجایی هستش که ریشه های عصبی نخاع از دو طرف خارج میشن. بالاخره از این استخوانه یه راه در رو یه راه فراری باید وجود داشته باشه که ریشه های نخاع بیان خارج بشن دیگه، درسته؟ بنابراین جدا از این ورتبرال فورامنی که وسط مهره وجود داره و نخاع رو از توش عبور میکنه، ما در دو طرف هر مهره دو تا سوراخ داریم، بهش میگیم که ترانسورس فورامن. این ترانسورس فورامن ها باعث در واقع محل عبور ریشه های نخاع هستن توی مهره های گردنی. تو همون چک سمت چپ پایینش انگار داریم از پایین به مهره اطلس یا سی یک نگاه میکنیم. باز دوباره دو تا سطح مفصلی دارید شما میبینید، ولی این بار این سطوح مفصلی برای اتصال به مثلا جمجمه نیستن، برای اتصال به مهره زیری هم. بالاخره این هم روی مهره خودش، مهره زیری خودش قرار میگیره دیگه، یه مفصلی وجود داره و در واقع این حلقه یا کمان استخوانی که شما میبینید در قسمت پشتی بهش میگن آرک یا حلقه، که هم پوستریور داره هم آنتریور. همین آرک استخوانی در جلوی مهره وجود داره هم در خلف مهره. از طرفی مهره دوم گردنی یه مقدار ساختارش متفاوته با مهره اول. به مهره دوم گردنی ما میگیم اکسیس، اسمش اکسیسه، اولش اطلس دومیش اکسیسه. اینا تقریبا میشه گفتش که تنها مهره های ستون فقرات هستن که برای خودشون اسم دارن، اطلس و اکسیس. این رو اگه شما در واقع مهره اطلس در نظر بگیرید، مهره اکسیس یا مهره دوم میاد زیرش قرار میگیره، درسته؟ جلو دوم یه جوری بگیرن که شما ببینید، میاد زیرش قرار میگیره. حالا اینجا یه زائده در واقع استخوانی وجود داره که از مهره اکسیس میاد بالا به سمت و از اطلس عبور میکنه و میاد بالا قرار میگیره. ما به این زائده میگیم زائده اودونتوئید، که مال مهره سی تو هستش، مال مهره سی دو هستش. این هم یک نمای خاصه برای این ستون، برای این استخوان ستون مهره هست، مهره سی تو. و تقریبا ما همچین چیزی رو دیگه توی هیچ کدوم از مهره های ستون فقرات نداریم. ستون فقرات مهره هاش به این شکل هستن که شما اگر آناتومیتون خیلی خوب باشه، اگر همش رو دونه دونه جدا بکنم بریزن جلوتون، شما میتونید بگید که هر به ترتیب مهره ها رو میتونید بچینید، این مهره اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم تا مثلا آخرین مهره کمری که L5 میشه. هر کدومشون ویژگی خاصه خودشونو دارن. همطور که میبینید توی مهره دوم گردنی یا اکسیس اون پوستریور توبرکله بود که یک زائده استخوانی بودش که از پشت مهره سی یک اومده بود بیرون. اینجا دیگه کم کم داره تبدیل به پروسس میشه، تبدیل به زائده داره میشه، فقط دیگه یه برجستگی نیست، بهش میگن اسپاینوس پروسس. این سفتی های استخوانی که شما وقتی تو خط وسط گردنتون از بالا به پایین لمس میکنید، اینا همون اسپاینوس پروسس ها هستن که به دست شما میخورن. و وقتی مثلا گردن مهرهاش آسیب میبینه، ستون فقرات کمری آسیب میبینه، ستون فقرات سینه آسیب میبینه، یکی از راه های معاینه دخ کردن یا ضربه زدن به این اسپاینوس پروسس هست. هر جایی دوسار شکستگی بشه لمسش دردناک میشه و این اسپاینوس پروسس رو شما وقتی لمس میکنین اون مهره دردناک میشه. این هم یکی دیگه از حالا ویژگی های آناتومیک ستون مهره های گردنی. خب سوالی چیزی تا اینجا نیست؟ خب ببینید اینجا از مهره سی یک تا سی چار، عکسایی هم که دارم براتون میذارم مال کتاب اطلس نتره، دکتر نتره در واقع، میتونید حتما حالا بچه های دانشوی پزشکی که احتمالا دارم، بقیه بچه هم اگه علاقه من بودن به مباحث آناتومی میتونن تهیه کنن، توی کتاب Humans and Wing که مال همین جراحی اعصابه خودش از عکسای دکتر نتر استفاده کرده، از عکسای اطلس دکتر نتر استفاده کرده که خیلی میدونید که ایشون هم نقاش بوده، هم پزشک بوده و
در واقع میشه گفت که هنر خیلی خوب داشته و تونسته خیلی خوب نقاشی بکشه آناتومی بدن انسانو. میگن که کایروپراکتیس هم کاربرد داره برای درمان اختلال ستون فقرات. ببینید کایروپراکتیس یا کایروپراکتیک، در متخصصان کایروپراکتیک اسم چیزش کایروپراکتیکه، یک روش تقریبا جدید هست، مثل یه چیزی مثل روش های طب فیزیکی یا فیزیوتراپی که ما داریم، منتها با اصول جدیدتر. روی تحقیقات زیادی نشد چون روش جدیدی هست، نمیتونیم ردش بکنیم، خیلی هم با اتقان و اطمینان نمیتونیم مهر تایید بهش بزنیم، ولی خب الان توی کشور که باید میدونم داخل کشور ما تدریس بشه یا چیز، ولی خب خارج از کشور به صورت PhD هست و تدریس میشه. داخل کشورم چند نفر هستن که خارج از کشور تحصیل کردن و اومدن و حالا جا مطب هم دارن، نظام پزشکی ما هم به رسمیت میشناسه، ولی حقیقتش اینه که خیلی مطالعات زیادی توی این زمینه توی خود روش‌های کایروپراکتیس واقعا انجام نشده و نمیتونیم به ذرس قاطع بگیم که کاملا مفیده، ولی در دست توسعه است، اثرات خوبی داشته. دیگه حالا تلفیقی از فیزیوتراپی و در واقع طب فیزیکی و نرمش‌ها و در واقع میشه که مداخلات فیزیکی هستش، در همین حد اطلاعات دربارش حداقل من دارم، شاید دوستان دیگه بهتر بتونن راهنمایی بکنن. خواهش میکنم. خب تو این تصویری که شما دارید میبینیم در واقع از مهره C1 تا C4 زیر هم قرار گرفته، شما دارید میبینید اونجا زایده اودونتوید که از بین استخوان در واقع مهره اطلس اومده بالا از اکسیس رو دارید میبینید و نحوه قرارگیری مهره ها زیر هم تا مهره C4 رو دارید میبینید. سطوح مفصلی فوقانی رو اونجا دارید توی مهره اطلس میبینید، اون بالای بالا اونجایی که استخوان جمجمه بهش وصل میشه رو میبینید. و سمت راستی یه نماییه، ما بهش میگیم نمای اودونتوید یا اودونتوید ویو، وقتی میخوایم اوردرم بکنیم برای اینکه مثلا این در واقع نما گرفته بشه از بیمار. اوردر میکنیم که رادیولوژی محترم اودونتوید ویو یا اوپن ماوس اودونتوید ویو. چطوریه؟ بیمار وقتی جلوی فیلم رادیولوژی قرار میگیره در واقع بهش میگن که دهنش رو باز بکنه موقع عکس گرفتن، مثلا اینطوری، و همونطور که میبینید انتها توی اون عکس دنس یا در واقع اون اودونتوید داره دیده میشه، با دی حرف دی نشون داده شده و اطرافش هم در واقع مسهای جانبی استخوان اطلس هستش که این اودونتوید از بینش اومده بیرون. توی سه از آسیپا در واقع این دچار شکستگی میشه، مثلا توی افرادی که به دار آویخته میشن، مثلا که از استخوانهایی که میشکنه همین استخوان اکسیس هستش که در واقع اون زایده اودونتویدش دچار آسیب میشه. تو بعضی از در واقع آسیب ها و تصادفات هم این اتفاق میفته که این اودونتوید ویو به ما کمک میکنه. شکستگیش هم بر حسب این که چقدر اتفاق افتاده باشه، چقدر قطعه شکسته از هم فاصله داشته باشن، که اینا رو دیگه با سی تی اسکن بررسی میکنن، و اینکه چند تیکه شده باشه درمانش متفاوته. حالا جراحی، درمان محافظه کارانه، گچ، اینا همش جز درماناش هستش. این در واقع داره ساختار کرانیو سرویکال، یعنی اون قسمتی از ساختمان ستون فقرات که محل اتصال جمجمه رو با ستون مهره ها هست نشون میده. همطور که میبینین اون بالای بالا عکس بالایی استخوان جمجمه هست، استخوان اکسیپیتال که اتصال پیدا کرده با ستون مفصلی استخوان اطلس. یه سری ممبرین یا قشا و لیگامنت در واقع وجود دارن که این ساختمان‌های استخوانی اتصالاتشون رو متصل میکنن. کار لیگامان ها چیه؟ لیگامان ها
بافتای فیبروز یا فیبری هستن که وظیفه‌شون استحکام بخشیدن به ساختمان مفاصله. حالا درسته که مفاصل به وسیله سطوح مفصلی، غضروف اینا به هم متصل هستن، اما یه تنابکشی، یه سیمکشی هم باید شده باشن که در واقع محکم سر جاشون قرار بگیره. ما توی در واقع ستون فقراتمون هم همچین سیم کشی و تناب کشی رو داریم. لگامان های قدامی و خلفی رو هم داریم که لگامان قدامی از جلو میاد تمام ستون های محور رو به هم وصل میکنه و سفتشون میکنه و لگامان خلفی هم از پشت ستون فقرات در واقع این کار رو انجام میده. اینجا انگار یکی اومده ستون فقرات رو برای شما قسمت خلفی محورهای گردنی رو قیچی کرده و شما دارید داخل اون کانال ستون فقرات رو میبینید، محل اتصالش به در واقع استخوان جمجمه رو دارید میبینید که اون لیگامان طولی یا لانجیتودینال رو براتون مشخص کرده، اونجایی که نوشته پوستریور لانجیتودینال لیگامنت. اونجا هم زیر این یه در واقع تکتوریال ممبرین قرار داره، همون اتلانتو اکزیال لیگامان یا لیگامان اتلانتو اکزیال، اون لیگامانی که اطلس رو به اکسیس متصل میکنه. این دوتا استخوان هم خودشون توسط یک لیگامان به هم وصل میشن که بهش میگن اتلانتو اکزیال لیگامنت و روش هم در واقع پوستریور لانجیتودینال لیگامنت یا لیگامان طولی خلفی قرار داره و لیگامان طولی قدامی که گفتیم از جلو مهره‌ها رو به هم سفت میکنه. اون قسمت بالایی لیگامان طولی خلفی که میاد به کلیووس، یا کلیووس هم قسمتی از استخوان اکسیپیتال هست، استخوان پس سری هست توی جمجمه که توی قاعده جمجمه قرار داره. اون قسمتی که تکتوریال ممبرین، اون قسمتی که لیگامان طولی خلفی میاد به کلیووس میچسبه و این اتصال جمجمه با ستون با مهره اولی رو محکم میکنه بهش میگن تکتوریال ممبرین، قشای تکتوریال. توی عکس پایینی هم که دارید شما لیگامان های آلار رو میبینید، لیگامان هایی که در واقع از استخوان جمجمه به مهره اول یا اطلس و از اطلس به اکسیس کشیده شدن، توی تصویر میبینید با آلار لیگامنت در واقع نشون داده شده. دیگه عرضم به خدمت شما که ساختارهای مهم در واقع همین ساختارها هستن که دارید میبینید. بریم جلوتر. خب از مهره های گردنی که بگذریم میرسیم به مهره های در واقع سینه ای، مهره هایی که ستون فقرات توراسیک سینه ای رو در واقع تشکیل میدن. وقتی که از گردن میایم به سمت ستون فقرات توراسیک یا سینه ای، ساختمان مهره ها یکم فرق میکنه. مهره ها دارای یه جزئی میشن به ترتیب از بالا که میایم پایین به اسم بادی. این بادی یا تنه مهره توی مهره‌های گردنی به ویژه مهره‌های اول وجود نداره و کم کم همینطور که ستون فقرات به سمت پایین حرکت می‌کنه این بادیه تشکیل میشه و حتی بزرگتر هم میشه. این بادی مهره در واقع همینطور که توی نمای لترال یا جانبی دارید می‌بینید، این همین جایی هستش که ارتفاع ستون فقرات رو در واقع ایجاد می‌کنه، فاصله بین مهره‌ها رو در واقع ایجاد می‌کنه. همون ورتبرال فورامن رو داره، بالاخره این نخایی که از اون مغز خارج شده، از ساختمان CNS خارج شده، از مهره‌های گردنی می‌گذره، باز داره تا پایین باید بره دیگه. این ورتبرال فورامن رو همه مهره‌ها دارن و یه سوپریور آرتیکولار فست یا سطح مفصلی فوقانی می‌بینید توی نمای لترال، یعنی عکس سمت راست از نمای جانبی وقتی داریم به مهره نگاه می‌کنیم، که کار این سوپریور آرتیکولار در واقع پروسس که اینطوری قرار گرفته چیه؟ اینه که به مهره، به inferior articular process یا در واقع inferior costal facet مهره تحتانی، به interior در واقع articular facet مهره تحتانی متصل بشه. نگاه بکنید مهره های در واقع کمری یا توراسیک به این شکل به هم اتصال پیدا کردن، به ترتیب بالایی به پایینی، دوباره پایینی به بالایی، بالایی به پایین، همینطور میره به سمت پایین. اینجا توی نمای جانبی سوپریور کوستال فست و اینفریور کوستال فست مشخص شدن که اینها محل اتصال استخوان‌های دنده هستن به ستون فقرات کمری یا
توراسیک نوشته. در واقع superior articular process and facet و inferior articular process and facet هم دارید میبینید که کار اینا اتصال مهرهای فوقانی تحتانی به همه به صورت یکی در میون. من توی یکی از جمله هم اشتباهی گفتم inferior costal facet. و کار inferior costal facet ها و superior costal facet ها اونجایی هستش که استخوان دنده یا ریب در واقع منشأ میگیره به ستون مهرهای در واقع میشه گفت سینه‌ای متصل میشه. دیگه هم اسپاینوس پروسس رو دارید میبینید که گفتم همون زائده خاری هست که وقتی شما از پشت لمس میکنید یا این پشت کمر رو لمس میکنید اونو میتونید در واقع احساس بکنید. دیگه یه پدیکل داریم که این پدیکل محل اتصال ترانسفرس کاستال فست هستش به بادی مهره، که این پدیکل وقتی دوچار شکستگی میشه همون اتفاقی بهتون گفتم اسپوندیلولایزیز اتفاق میفته و ستون مهره ناپایدار میشه. اینا ساختمان های مهمه در واقع میشه گفتش که ستون مهره ها هستن. این قسمت پشتی هم که در واقع توی عکس سمت چپی نمای سوپریور این مهره دارید میبینید، یه قسمت مشخص رو در قسمت خلفی به اسم لامینا. این لامیناه در واقع همون مشابه اون پوستریور آرک یا در واقع میشه گفتش که تاق خلفی، انحنا کمان خلفی استخوان‌های ستون مهره هست که شما دارید میبینید. یکی از روش‌های جراحی ستون دیسکای ستون فقرات، اونجایی که ستون فقرات در واقع دیسکشون دچار مشکل میشه، فشار میاد رو ناخال، لامینکتومیه. یعنی میان این لامیناها رو در واقع میبرن برای اینکه اون فشار روی نخا آزاد بشه و یکی از روش‌های دیسکای کمریه که لامینکتومی احتمالاً شنیدید. اینم از این. خب اینم نمای جانبی ربات ها و محل اتصال ربات ها توی همون ستون فقرات توراستیک یا سینه ای هست که توی عکس سمت چپ آنتریور لانجیتودینال لیگامنت رو میبینید، محل اتصال دنده ها به ستون مهره های کمری رو دارید میبینید که اینا هم خودشون باز دوباره هر جا ما سطح مفصلی داریم توی بدن تقریبا لیگامان هم وجود داره یا اون سیم کشی ها و تناب کشی ها و ساختمان های مستحکم کننده هم وجود دارن. دیگه عرضم به خدمت شما که توی این عکس پایینی مفصل کوستو ورتبرال رو شما دارید میبینید، یعنی مفصل محل اتصال دنده ها به در واقع ستون مهره ها که با لیگامان رادییت لیگامن میبینید که مستحکم شده این اتصاله توی عکس پایینی مشخصه. دیگه همین چند تا لیگامن هستن که میان اتصال دنده ها به مهره ها رو تقویت میکنه. یکیش همون رادییت لیگامن یا لیگامن شعاعی هم بهش میگن، حالا ترجمه که صورت گرفته. یکیش کاستو ترانسفرس لیگامنته که مشخص رو تو عکس پایینی، یکیش هم لترال کاستو ترانسفرس لیگامنت هستش که میاد با اتصال به قسمت های مختلف ستون مهره اتصال دنده و در واقع ستون مهره های سینه ای رو تکمیل میکنه. خب اینم از این. این عکسی که شما دارید مشاهده میکنید حالا دیگه از ستون مهره های سینه یا توراسیک خارج شدیم و وارد ستون فقرات لومبار یا کمری شدیم، جایی از ستون فقرات که بیشترین آسیب ها رو متحمل میشه، ستون فقرات لومبار. دو تا سوال. اول اینکه ما چند جفت دنده داریم توی قفسه سینه یا توراکسمون؟
12 جفت. همه این دنده ها به استخوان جناق متصل میشن یا نه؟ همه دنده ها به استخوان جناق متصل نمیشن، درسته. چند جفتشون به استخوان جناق متصل میشن؟ آها، یه تقسیم بندی کرد دوستان گفتن 7 تا دنده حقیقی داریم، 3 تا کاذب، 2 تا شناور. بر چه حسب اینا رو میگن حقیقی، کاذب، شناور؟ به استخوان جناق دنده های کازه یه اشتراکی پیدا میکنن و مشترکاً به جناق متصل میشن، یعنی به قضرو، بله، با هم دیگه به وسیله یه قضرو با هم دیگه متصل میشن به جناق. و دنده های شناور چی؟ دنده های شناور اصولاً اتصالی اصلا به استخوان جناق ندارن و معمولا کوتاه‌ترن و در واقع در قسمت انتهای ستون فقرات قرار گرفتن. ممکنه که در قسمت انتهای مهرهای ستون فقرات کمری یا توراسیک قرار بگیرن. ممکنه که ما توی ستون فقرات گردنی دنده داشته باشیم. اصلا توی این چیزی که به شما گفتم ما دنده داشتیم توی مهره های گردنی؟ در 37 بعضی موقع ممکنه که در واقع ستون فقرات گردنی به صورت مادرزادی مهره 37 تو بعضی از افراد که البته کمم نیست، یعنی اینجوری نیست که انقدر نادر باشه، ولی خب یه وریشن آناتومیکه. خب ممکنه بعضی از افراد دنده داشته باشن و این دنده یه سری اشکالات ایجاد میکنه روی بعض شبکه عصبی، تاثیر میذاره، فشار وارد میکنه روی شبکه عروقی، فشار وارد میکنه، اختلال خونرسانی ایجاد میکنه و یه سری علائم داره که در واقع به چی میگیم، اسمشو کسی میدونه؟ یه سندروم ایجاد میکنه، چی بهش میگن؟ اون علائم عصبی و عروقی که ایجاد میکنه دنده گردنی توی افراد یه سندرومی داره، بهش میگن سوال میکنم که هم فرصت کنم یه گلوی تازه کنم هم که یه طرف نشه خیلی محفظ. آره، حتی اینجوری ترجمه شده من تا حالا نشنیده بودم، ولی بله بهش میگن Thoracic Outlet Syndrome، یعنی الان هم تو که شما نوشتین اصطلاح میگیشه سندروم خروجی قفسه سینه یا Thoracic Outlet Syndrome. بسیار خیلی هم عالی. بله، تی او اس هم بهش میگن. یه سری مشکلات برای این افراد ایجاد میشه، مثلا باعث میشه بعد از عضلات دستشون به خاطر فشاری که روی ریشه عصبی ایجاد میشه تحلیل بره، خواب رفتگی، گزگز، بعضی موقع دچار ممکنه بعضی تو بعضی افراد دچار ترومبوز یا لخته خون بشن توی عروق مرتبط و این بهش میگن TOS یا Thoracic Outlet Syndrome. خب رسیدیم به لومبار ورتبرا یا ستون فقرات کمری. این ستون فقرات کمری همطور که میبینید این ورتبرال بادیش یا اون بدنه مهرش همچنین جوندارتره. چرا؟ چرا هرچی از بالا به پایین میایم این بادی بزرگتر میشه، بادی مهره؟
آفرین. ببین شما هرچی از قسمت فوقانی ستون فقرات به سمت پایین میاد، این ستون فقرات مجبوره که فشار و وزن بیشتری رو تحمل کنه، چون هم وزن مهره بالایی و ساختمان‌های مرتبطش توی بدن به مهره پایینی منتقل میشه. بنابراین این ورتبرال بادیا به مرور زمان مثل یک ستون ساختمان، مثل یه میله پرچم، قاعدهشون پهن‌تر میشه برای اینکه بتونن بیشتر و راحت‌تر وزنی که بهشون وارد میشه رو تحمل بکنن. برای همینه که تو مهره‌های گردنی ما بادی نداریم و توی مهره‌های توراستیک شروع میشه و کم کم میاد تو مهره‌های کمری پهن میشه. بزرگترین بادی مهره رو تقریبا مهره L4 L5 مهره کمری دارن. مهره 4 5 کمری دارن. خب دو ساختمان مهره‌های کمری هم خیلی شبیه ساختمان مهره‌های توراستیک یا سینه‌ای هستش. همون ورتبرال بادی رو دارن، ورتبرال فورامن رو دارن که نخاع از توش عبور بکنه، پدیکر رو دارن، لامیناها وجود داره در سراسرش، اسپاینوس پروسسشون ضخیم‌تر و قطورتر و درازتر هستش. سطوح مفصلی فوقانی تحتانی رو دارن و یه ترانسفرس پروسس یا زایده عرضی هم وجود داره که در واقع از مهرهای توراسیک، مهرهای انتهای توراسیک شروع میشه و توی مهرهای لومبار ادامه پیدا میکنه که در واقع ساختمان ستون مهرها رو تشکیل میدن. خب اون دیسکو فعلا باش کار نداشته باشیم، بیایم پایین ساختمان استخوانی رو تکمیل کنیم. عکس پایین سمت راست نوشته لومبار ورتبرا اسمبلد لفت لترال ویو، یعنی انگار داریم از سمت چپ به صورت جانبی به مهره های لومبار یا کمری که زیر هم قرار گرفتن نگاه میکنیم. L1 L2 L3 L4 L5 بادی ها رو میبینید که زیر هم قرار گرفتن، بینشون دیسک بین مهره یا اینترورتبرال دیسک قرار داره، خیلی اصطلاحش رایجش های ما بفینیم دیسک. اسپاینوس پروسس ها یا زائده های خالی رو دارید میبینید. توی اسپاینوس پروسس یا زائده خالی مهره L5 یک آرتیکولار فسد یا سطح مفصلی وجود داره. برای چی؟ چون تو بقیه نیست. این برای اینه که داره به استخوان ساکروم یا استخوان خاجی متصل میشه، اون سطح مفصلی به خاطر این هستش. اسپاینوس پروسس رو دارین، سطح مفصلی رو هم دارید میبینید و همین. نمای پوستری رو هم در واقع همونه، دیگه چیز اضافه‌تری خیلی نداره. اما برسیم سراغ دیسک بین مهره‌ای. بچه‌ها دیسک بین مهره‌ای ما از دو قسمت اصلی تشکیل شده، یک آنولوس فیبروزوس و دو نوکلئوس پولپوزوس. اینا همه ریشه های یونانی و لاتین دارن. در واقع آنولوس فیبروزوس یه جورایی حالا میشه تبدیلش کرد به انگلیسی و به معنای حلقه فیبروز هست، یک حلقه از جنس بافت همبندی و فیبری که یک هسته رو، یک پالپی رو، یک هسته پالپی از جنس پالپ و نرمتر و آبدارتری رو به اسم نوکلئوس پالپوزوس احاطه کرده. این ساختمان اصلی دیسک ماست. جنسش هم غضروفه، منتها دورش یک بافت فیبری و سفتر هست و هسته وسطش بیشتر شبیه جنس غضروفه و آبدارتر و هیدراتتر، اصطلاحا نرمتره. وقتی میگن که دیسکش پاره شده، منظور اینا اصطلاحا میگن پاره شده دیسک، ما میگیم اکستروژن یا اکسترود پیدا کرده. یعنی در واقع این لوکلوس پولپوزوسه زده این آنولوس فیبروزوس هم پاره کرده و اومده بیرون از دل این دیسک زده بیرون. چون اون قسمت اصلی که وظیفه انعطاف و تحمل وزن و این داستانا رو داره همون قسمت منعطف وسط نوکلئوس پولپوزوسه. در واقع اون آنولوس فیبروزوس برای اینکه این ساختار یک استحکام بیشتری پیدا بکنه و این راحت اینقدر حرکت نکنه بین برای مهره‌ها و بیرون نزنه، ولی وقتی دیگه فشار زیاد میاد و این نوکلئوس پولپوزوس روش فشار ایجاد وارد میشه، زیاد وارد میشه فشار روش، مثلا بار سنگین، پوزیشن های بعد، تصادفات، هر چیزی که این فشار اگزیال یا محوری رو روش زیاد بکنه باعث میشه که دیگه چی بشه، مثلا یه ژله یا خمیر بازی میمونه که شما بین تو دستتون انقدر فشارش بدید، وقتی این فشار زیاد بشه از این حفره که بین دو تا دستتون ایجاد میشه چیکار میکنه، میزنه بیرون. درسته، این در واقع همون اتفاقی برای که برای دیسک بین مهره خیلی به زبان ساده میشه گفتش که
میفته. و حالا چندین حالت ممکنه براش اتفاق بیفته. اینکه نوکلوس پالپوزوس آنولوسوبروزوس رو پاره نکنه یا آنولوسوبروزوس پاره نشه و فقط این ساختمان کلن با هم یه گوشش بزنه بیرون که میگم پروتروژن داریم یا پروترود شده اصطلاحاً دیسک، ممکنه که دیسک دهیدراته بشه، آبش کم بشه. مرحله اول قبل از اینکه بخواد بزنه بیرون این اتفاق میفته. این آب وقتی کم میشه، دیسک وقتی نوکلوس پالپوزوسش دهیدراته میشه، آبش کم میشه، انعطاف پذیریش هم کمتر میشه، مستعد برای دیسکوپاتی و بیرون زدن اینا. یه مرحلهش اونه. یه مرحله دیگه‌ش اینه که این نوکلوس پالپوزوس همراه با این فیبره میزنه بیرون و حالا اینا دربارش بیشتر سعی می‌کنیم جلسه بعدی صحبت کنیم. مشکلات ایجاد می‌کنه این مرحله که پاره شدن اون آنوسوبروزوس، دهیدراته شدن، کم ارتفاع شدن، همه اینها اتفاقاتیه که قبل از اینکه دیسک بخواد بیرون بزنه معمولاً براش میفته. این ساختمان اصلی دیسک بین مهره‌ایه. و اما آخرین ساختمان ستون فقرات، ستون مهره ها، استخوان ساکروم یا خاجی هستش که شبیه سر مار کبراست. من هر وقت اینو میبینم یاد مار کبرا میفتم. اون بالا توی تصویر بالا سمت چپ که دارید شما نمای آنتریور یا روبرویی استخوان ساکروم رو در واقع نگاه میکنید، قسمت بالایی بین دوتا انتهای استخوان ساکروم بهش میگم بیس آف ساکروم یا قاعده ساکروم. یه زیرش دقیقا اونجا که نوشته بیس آف ساکروم، لومبوساکرار آرتیکولار سرفیس قرار داره، یعنی همون جایی که ستون مهره های ورتبرال بادی یا بادی مهره پنجم L5 روش قرار میگیره، بهش میگن لومبوساکرار آرتیکولار سرفیس. یه سوپریور آرتیکولار پروسس هم پشتش داره که این همون جاییه که به آرتیکولار فست اسپاینوس پروسس مهره پنجم کمری متصل میشه و اینجوری این استخوان ساکروم متصل میشه به ستون مهره های لومبار. میگن که این استخوان های ساکرال از هم جدا بودن و با مرور زمان و گذشت زمان و تکامل بشر خب به هم فیوژن پیدا کردن و فیوز شدن، دیگه نیاز بهش نبوده. وقتی حرکت انسان ها مثل مثلا میمون ها و میدونم بقیه پریمات ها بوده و مثلا از دست چهار دست و پا کمک میگرفتن برای راه رفتن، مهره ها جدا بوده، از هم احتمالاً نیاز بوده. ولی در طی زمان و با وقتی که راه رفتن انسان بدون استفاده از دست ها و فقط با پاها اتفاق افتاده، دیگه اینا فیوز شده و در واقع به هم متصل شده. پایینش هم استخوان کوکسیکس یا دنبلچه هست که معتقدن از بقایای در واقع دوم هستش توی پریمات ها و یه ساختمان استخوانیه که به اپکس یا قله یا نوک استخوان ساکروم متصل میشه. خودش هم با استخوان ساکروم یه مفصل تشکیل میده که اون مفصل خیلی آسیب پذیر و قابل التهاب، خیلی زود دچار التهاب میشه و آسیب بهش میرسه و ما شکستگی استخوان کوکسیس یا دنبالچر هم داریم، ولی خب تقریبا هیچ کاری براش نمیکنه. استخوان اگه شکست بشه نه جراحی میشه، نه گچی میشه گرفت، نه هیچ چیزی. به بیمار توصیه میکنیم فعالیتاشو کم بکنه، یکی دو هفته استراحت بکنه، داروی ضد التهاب بهش میدیم، حلقه یا ایرینگ براش تجویز میشه، حلقه بادی که روش بشینه و مثلا از آسیب‌های بیشتر بهش جلوگیری بشه و اینها. دیگه همین که چیز خاصی تقریبا نمونه از ساختمان استخوان ساکروم. این توی عکس پایینی که نمیشه پوستریور سوپریور ویو یا نمای خلفی فوقانی استخوان ساکروم، این بغلاش دوتا سطح مفصلی داره. اونا برای چیه؟ میبینین یه دوتا فرو رفتگی داره، برای اتصال هستش به استخوانهای هیپ یا لگن. بله دقیقا، چون استخوان لگن دیگه به این
استخوان ساکروم متصل میشه و یک مفصلی رو میسازن تحت عنوان مفصل ساکرو ایلیاک. خب تا اینجا هرچی صحبت کردیم در ارتباط با ساختمان استخوانی ستون فقرات بود، این قفسه استخوانی، این ترکیب استخوانی که حفظ میکنه نخاع رو از آسیب‌هایی که میخواد بهش وارد بشه. اما داستانی که وجود داره، خب بالاخره نخاع هم جزی از اسپاینال آناتومی هست، یعنی جزی هست ستون فقرات است و در واقع ما به نخاع میگیم اسپاینال کورد یا تناب اسپاینال، تناب نخاعی هم در واقع ترجمه شده. خب گفتیم که وظیفه ستون فقرات محافظت از این اسپاینال کورد یا نخاع هستش برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی. خود این اسپاین یا ساختمان استخوانی ستون فقرات کنار اینکه محافظت میکنه از نخاع، شرایطی رو برای نخاع فراهم میکنه که بتونه به قسمت‌های مختلف بدن انشعاب برسونه، عصب‌دهی بکنه. تمام اتفاقاتی که تقریبا میشه گفتش که از گردن به پایین برای ما میفته حاصل این انشعاب و عصب رسانی هستش که توسط نخاع هست. درسته که مغز فرمان رو میده، اما این فرمان از یه طریقی پسوهی، از یه مسیری باید برسه در اون اندام انتهایی تا اون حرکت اتفاق بیفته. شما وقتی اراده میکنی، مثلا من اراده میکنم دستمو مشت کنم، این اراده اینجا اتفاق میفته، فرمان صادر میشه از طریق موتور کورتکس، حرکت میکنه، میاد توی نخاع، حرکت قبلش توسط مخچه و در واقع تالاموس تنظیم میشه، میاد توی نخاع و از طریق ریشه های قدامی، نورون های حرکتی، این دستوره بالاخره نهایتا به عضلات و تاندون ها و اعصاب من میرسه که باید جمع بشن. و بنابراین اگر که نخاع از یه قسمتی به پایین، از نواحی گردن، از یه سطحی به پایین آسیب ببینه، تقریبا دیگه تمام مسائل حسی و حرکتی ما مختل خواهد شد. از یک سطحی به بالاتر هم، مثلا دیگه تو سطح 33 یا 34 سطح در واقع هم سطح با مهرهای 3 و 4 گردنی هم اگر اتفاقی برای نخاع بیفته، دیگه معمولا منجر به مرگ میشه و منافات داره با حیات، چون خیلی از اتفاقات دیگه مثل تنفس و اینها تو اون ناحیه تنظیم میشه. حالا این یه صحبت کلی بود، اما بیاید به تصویر سمت چپ نگاه بکنید. تصویر سمت چپ که نمای لترال اسپاین، مقطع لترال یا ساجیتال از اسپاین رو داره نشون میده، یه سری نخاع رو با رنگ‌های مختلف سبز و آبی و بنفش و قرمز براتون مشخص کرده. قسمت سبز رنگ قسمت گردنی نخاع هست. از ناحیه گردنی نخاع که با همون سی یا سرویکال نشون داده میشه، ما 8 جفت عصب داریم که ازش منشعب میشن. چرا جفت؟ از هر سمت نخاع یه دونه عصب میره بالا و از هر سطح یک جفت ریشه عصبی در واقع یا عصب منشعب میشه. توی ما 7 مهره گردنی داریم و 8 جفت عصب گردنی که از نخاع گردنی خارج میشن. بنابراین همطور که می‌بینیم ریشه سیوان یا ریشه عصبی C1 از بالای مهره C1 خارج میشه، از بالای مهره اطلس خارج میشه، C2 از بالای در واقع C2 خارج میشه، به همین ترتیب تا آخر. در واقع ریشه عصبی C7 هم از بالای مهره 7 گردن خارج میشه، ریشه عصبی C8 از زیر مهره 7 گردنی خارج میشه. حالا چه اهمیتی داره؟ ببینید وقتی این ستون فقرات در قسمت‌ها و سطوح مختلف دچار آسیب میشه، مثلا دچار دیسک میشه، دچار شکستگی میشه، دچار جابجایی یا لیستزیس میشه یا هر اتفاق دیگه که براش میفته، به دنبالش به یک سطح عصبی هم داره آسیب میزنه، چون این نخاع و ستون فقرات در ارتباط خیلی نزدیک با هم هستن. خب نخاع داره بین این
تو این لوله داره حرکت میکنه. اگه یک کدوم از این مهره ها جابجا بشه، فشار بیاد بهش یا بشکنه، خم بشه، استخوناش خورد بشه بره توی نخاع یا هر اتفاق دیگه بیفته، دیسکش بیرون بزنه، به نخاع فشار بیاره، اینا باعث به ایجاد بیماری های مختلف و وقایع مختلف توی نخاع میشن. با علم به این که کدوم ریشه عصبی از کدوم قسمت از ستون فقرات داره خارج میشه، ما میتونیم آسیب هایی که به دنبال آسیب های ستون فقرات برای نخاع و اعصاب ایجاد میشن رو پیش بینی بکنیم. برای مثال میدونیم که اگه دیسک بین C1 و C2 مثلا دوچار آسیب بشه، احتمالاً کدوم عصب دوچار آسیب میشه، یا اینکه مثلا اگه اون قسمت دوچار شکستگی بشه، لیستزیس بشه، سرخوردگی بشه یا هر چیزی، میدونیم که کدوم ریشه عصبی مختل میشه. توی به همین منوال توی در واقع رنگ آبی رنگ نخاع میبینید که از مهره اول کمری یا توراسیک یا تیوان این الگو عوض میشه. تا 37 همه ریشه های عصبی از بالای مهره هم نام خودشون خارج میشدن، اما از 37 به بعد، یعنی ریشه 38، از زیر مهره هم نام خودشون خارج میشن. T1 از زیر T1، T2 زیر T2 تا آخر که در واقع ما ریشه S5 هم داریم یا ساکرال 5 هم داریم که از استخوان ساکروم در واقع خارج میشن، از زیر مهره های مربوط به خودشون خارج میشن. پس این رواله رو حتما مد نظرتون داشته باشین. درسته؟ خب برای مثال وقتی از شما میپرسم به این تصویر سمت چپ نگاه بکنید، وقتی دیسک بین مهره 4 و 5 کمری یعنی L4 و L5 میزنه بیرون، کدوم ریشه عصبی آسیب میبینه؟ وقتی دیسک بین مهره های 4 و 5 کمری میزنه بیرون، L4 و L5 میزنه بیرون، کدوم ریشه عصبی آسیب میبینه؟ L4 یه L5 هم داریم، دوتا L5، خب کسی میتونه با وایس به من توضیح بده اگه مایلی که چرا L5 و چرا L4؟ چرا کسایی که میگن L4 چرا، کسایی که میگن L5 چرا؟ خانم شورمیش بفرمایید. میکروفونتون فکر کنم روشنه خانم شورمیش. آها استاد صدای من دارین؟ بله الان دارم، بفرمایید. سلام استاد. استاد ما کلا 8 تا عصب سرویکال داریم، اما 7 تا مهره سرویکال داریم. به خاطر همینم توی اونا مثلا بین C1 و C2 اونی که آسیب می‌بینه C2ه. اما توی مهره های دیگه بعدی که بریم برعکس میشه، این در واقع یه دونه فاصله میفته بینشون دیگه، اون چیزی که ما تو قسمت گردنیو داریم تو این قسمت رو نداریم. یعنی اگه بخوام اینجوری بگم بد فکر کنم دارم میگم، ببین الان مثلا اینجوری که شما گفتی L3 و L4 هم بینش L3، پس اگه L3 L4 آسیب ببینه L3 باید ریشه L3 آسیب ببینه. پس فکر کنم همینم L4 میشه، من اشتباه L5 گفتم. نه ولی فکر چون این یه دونه کلا بین گردنی ها کلا یه دونه تفاوت وجود داره دیگه، اما بین بقیه ها این تفاوت نیست، واسه اونا شبیه گردن نمیشه، این تفاوت وجود داره. اما استاد من خودم یه سوال داشتم تایپ میکردم و اونم اینه که حالا تو گردن مستقیما ریشه ها خارج میشن، اما که مثلا بریم چون اوریب میشه، این امکان مثلا وجود نداره که حالا مهره فرزن T10 آسیب ببینه، اما عصبی که آسیب ببینه مثلا عصب T12 باشه. ممنون. ببین داستان اینه که این اوریب یا مستقیم خارج شدنه بستگی به طول عصب هم داره. توی
گردن، نخاع گردنی فاصله کمتری ریشه اعصاب طی میکنن تا اینکه بیان خارج بشن از ستون فقرات و اون فرامن های مربوطه، نورا فرامن اصطلاح هم بهش میگن. اما توی مهرهای کمری و مهرهای سینه‌ای در واقع مسیر طولانی تری رو طی میکنن. این مشکل ایجاد نمیکنه، نه اینطوری نیستش که با هم اینقدر تداخل داشت، چون ببین بینشون یه ساختمان مهره‌ای به اسم مهره بعدی وجود داره که یک بادی قطور داره، یک فاصله درست و درمون ایجاد میکنه. و مشکلی که برای نخاع ایجاد میکنه دو تا احتمال ممکنه، یکی اینکه خود نخاع توی اون لول آسیب ببینه، یا اینکه ریشه های عصبی که از اون لول در واقع خارج میشن آسیب میبینه. این دو تا تفاوت وجود داره. اگر خود نخاع تو اون لول آسیب ببینه، همه عملکردهای لول‌های بعدی نخاع مختل کلاً زیرش همه بلاک کلاً هم زیر. مثلا فکر کن یه مریض خدای نکرده توی لول T7 دچار قطع نخاع شده، دیگه از T7 به پایین هیچ عملکرد شما نداره، نه ریشه‌های عصبی نه خود نخاع. اما اگر این آسیبه فقط روی ریشه‌های عصبی وارد بشود، اون وقته که شما علائم مربوط به اون ریشه خاص رو دارید که حالا جلوتر درباره صحبت می‌کنیم. بله ممنونم ازتون استاد. سلامت باشید. ببینید یه داستانی که وجود داره توی همینطور که میبینین توی تصویر سمت چپ، دیسک از کدوم قسمت شکل خارج میشه؟ از قسمت پشتی، از قسمت خلفی، از اون جایی که نزدیک به نخاع هستش. حالا فرض بگیریم یه قسمتی رو توی این عکس برای خودتون در نظر بگیریم. الان مثلا مهره L4 L5 رو نگاه بکنیم، من دست میزنم حرکت میکنه، مهره L4 L5 رو نگاه بکنید، بین مهره L4 L5 اگر دیسک به صورت خلفی بزنه بیرون، از بین تو مهره L4 L5 بزنه بیرون و رو اون ناحیه بنفش بخواد فشار بیاره، به ریشه عصب L4 میرسه، به ریشه عصب L5. در واقع دیسک بین دو مهره از ناحیه توراسیک به بعد اگر دیسک بزنه به بیرون، روی ریشه عصبی مهره پایینی داره فشار میاره. بنابراین اگه L3 مثلا دوچار دیسک بشه، روی ریشه L3 آسیب میزنه. اگر L4 L5 دوچار فتخ دیسک بشه، روی ریشه L5 فشار وارد میکنه. L5 S1 اگر دوچار فتخ دیسک بین مهره‌ای بشه، دیسک از خلف میزنه بیرون، روی ریشه همنام مهره پایینی یعنی S1 آسیب ایجاد میکنه. این نکته رو باید مد نظرتون داشته باشه. پس اگه میگیم بیمار دوچار L4 L5 دیسکوپاتیه، یعنی ریشه 5ش دوچار آسیب شده و اون دیسک ریشه پنجم در واقع فشار آورده. آره این نکته هم که آقای طاهری هم گفتن تا حدی درست هست. در واقع از فرامن ها وقتی اعصاب ریشه عصبی خارج میشن، ریشه عصبی مربوط به هر مهره از ناحیه توراسیک از فرامن همون مهره یا لول مربوط به هر لول از فرامن همون مهره خارج میشه. بنابراین اگه دیسک میزنه بیرون، میاد رو ریشه پایینی، روی ریشه عصبی پایینی تاثیر میذاره. این نکته رو مد نظرتون داشته باشید. خب حالا چه فایده داره این همه بررسی و دعوا و اینها سر چی هستش که ما میگیم ریشه فلان فلان؟ خب هر ریشه عصبی دو تا اتفاق برای ما رقم میزنه، یک حس و دو موتور یا حرکت. پس قسمت خلفی نخاع ما یک روت سنسوری داریم یا ریشه حسی داریم، و توی قسمت قدامی نخاع ما موتور روت یا روت یا ریشه حرکتی داریم که این دوتا با هم از نخاع میزنن بیرون میشن یه ریشه عصبی و میان بیرون. بنابراین اگر ریشه عصبی در هر ناحیه از بدن دوچار آسیب بشود، ریشه عصبی دوچار آسیب بشود، هم اختلال حسی و هم اختلال حرکتی برای اون ناحیه احتمالاً ایجاد خواهد کرد. همطور که توی تصویر سمت راست می‌بینیم که یه آقای وایساده از دو نمای خلفی، نصفش آنتریور و نصفش پوستریور، این ریشه های مختلفی که از نخاع خارج میشن وظیفه ایجاد حس برای قسمت‌های مشخصی از پوست رو دارن که ما بهش میگیم درماتوم. به هر کدوم از این منطقه ها که توسط یک عصب، یک ریشه عصبی عصب رسانی میشه، حسش در واقع عصب رسانی میشه، بهش میگیم درماتوم. برای مثال حس ناحیه
دلتوید این ناحیه توسط ریشه C5 داره در واقع ایجاد میشه، C5 و C6 داره ایجاد میشه، حس ناحیه شست توسط C6 داره ایجاد میشه، انگشت میانی حسش توسط C7 داره ایجاد میشه همونطور که میبینید روی تصویر، و حس قسمت‌های مختلف قفسه سینه توسط ریشه‌های مختلفی که تقسیم بندی شده داره ایجاد میشه، ران و پشت ران و کف پا و اینا هم همینطور. برای همینه وقتی یه مریضی میاد از کمردرد شکایت میکنه میگه کمردردم در واقع غیر از کمرم به پاهامم تیر میکشه، یکی از نشانه‌های مهم درگیری دیسکای کمری رادیکولوپاتیه، یعنی در واقع انتشار درد از کمر به باسن و ران و در واقع پا، یعنی در واقع این درده از این مسیر عصبی داره منتشر میشه. یکی از راه‌هایی که ما میتونیم حدس بزنیم که احتمالاً کدوم دیسکش درگیره الگوی درگیری درماتومشه. میگه مثلا کمرم درد میکنه و فقط تا روی در واقع رونم تیر میکشه، هر وقت درد میگیره روی رونم بیحس میشه، گزگز میکنه. پس یعنی کدوم ریشه های عصبی احتمالاً درگیر شدن؟ وقتی میگه کمرم درد میکنه و روی رونم قسمت در واقع فرونتال یا آنتریور رونم دچار تیر کشیدگی و گزگز میشه، کدوم ریشه‌های عصبی احتمالاً درگیر شدن؟ توی عکس هست دیگه، عکس سمت راست، کدوم لومبارا؟ مثلا L2 L3، آفرین، L2 L3 تقریبا میشه گفت، یا L4 مثلا، یعنی دیسکای بالایی ستون فقرات کمریش درگیر شدن. اگر این درده که میگه گزگزهی که میگه روی منطبق، حالا خیلی تو ماینه بالینی واقعا نمیشه اینو منطبق کرد که رو کدوم درماتوم دقیقا، ولی مثلا ما یه کاری داریم مثل نوار عصب و عضله یا EMG NCV که اونا دقیقا مشخص میکنه، ولی حالا تو ماینه میگه روی رونم، احتمالا کدوم دیسکای کمریش مثلا درگیره وقتی میگه روی رونم درد میکنه؟ چند تا احتمال وجود داره، اینه که مثلا دیسک L1 L2 L2 L3 و L3 L4ش احتمالا درگیر باشه اگه این در واقع ریشه‌های عصبی یا درماتوما درگیره، یا مثلا میگه که دردش تیر میکشه تا پشت پام میره تا کف پام، میگه کف پام هم دردش تیر میکشه، وقتی میگه دردش به کف پام تیر میکشه یعنی چی؟ یعنی کدوم درماتوم یا ریشه عصبی درگیره؟ L5 احتمالاً درگیره. یعنی کدوم لول دیسک احتمالاً درگیره؟ اگه MRIش بکنیم احتمال داره که کجا بیرون زدگی دیسک ببینیم وقتی ریشه L5ش درگیره؟ L4 L5 آره، یعنی بین دیسک مهره L4 و مهره L5 دیسکش بیرون زده و این فشارش منتقل کرده به ریشه عصبی L5 و اون هم توی مسیر همون درماتوم در واقع احساس درد و گزگز و اینها میکنه. اگه بگه میاد تیر میکشه تا انگوش کوچیکم روی پام میاد، تا انگوش کوچیکم میاد، احتمالا کدوم دیسکش درگیره؟ اول کدوم رشته ریشه عصبی درگیره و بعد کدوم دیسکش درگیره؟ وقتی بگه دردش تیر میکشه تا روی پام میاد روی انگوش کوچیکم، احتمالاً S1ش درگیره، یعنی در واقع بین مهره L5 و S1ش یه دیسکی بیرون زده اگه MRI بکنیم و احتمالاً اونه که باعث این درد شده. حالا غیر از این عملکردهای برای گردنم همینا ها، مثلا میاد میگه که اینجاهام درد میکنه آقای دکتر، اینجاهام خیلی درد میکنه، میگم خب احتمالاً ممکنه مربوط به دیسک گردنت باشه. اینه که اینجاهاشون درد میکنه یا تو دستاشون تیر میکشه، معمولا دیگه لبلای پایینی گردنشون درگیره، 3-6, 3-7, 3-5, 3-6 اینا درگیره معمولا. حالا کنار عملکردهای حسی هر کدوم از این اعصاب ریشه های عصبی عملکرد حرکتی هم دارن دیگه، درسته؟ برای مثال یکی از معایناتی که ما میکنیم به بیمار میگیم که روی پنجهات راه برو ببینم، یا روی پاشنه پات راه برو ببینم. برای چی این کار رو میکنیم؟ برای اینکه میخواییم عمل کرده حرکتی اون ریشه عصبی هم بررسی بکنیم. اگر فرد بگه که بهش بگیم مثلا روی پاشنه پات راه برو و نتونه روی پاشنه پاش راه بره، احتمالا کدوم ریشه عصبیش درگیر شده؟ بهش بگیم روی پاشنه راه برو و روی پاشش نتونه راه بره، بگه آخ درد میگیره سر بیاد پایین، احتمالا کدوم ریشه عصبیش درگیره؟
اگه نتونه رو پاشنه پاش راه بره، کدوم ریشه عصبیش درگیره؟ L5, S1, L5, L3, L4. دورسی فلکشن یا خم کردن به عقب مچ پا کار ریشه L5ه و اگر بیمار نتونه روی پاشنش راه بره احتمالا ریشه L5ش تحت فشاره، یعنی یه دیسک L4 L5 داره احتمالا. اگر رو پنجش نتونه راه بره چی؟ پنجه روی پنجه وایستادن یا در واقع خم کردن مچ پا بر عهده ریشه عصبی S1 هست، پلانتار فلکشن اصطلاحا هم بهش میگن، دورسی فلکشن، پلانتار فلکشن. این بر عهده ریشه عصبی S1 هست و اگر بیمار نتونه رو پنجاش را بره ما میگیم آها این احتمال خیلی زیاد ریشه S1ش درگیره و یه دیسک بین مهره‌ای L5S1 داره. حالا چرا هم معاینه حسی میکنیم هم عصبی؟ ببینیم معمولا اینطوریه که بر حسب میزان و شدت درگیری، البته این متفاوته، ولی من در لبل های خفیف، درگیری های خفیف، اول حس مختل میشه و اختلالات حسی ایجاد میشه برای فرد و بعد هرچی این اختلال طولانی تر بشه، دیسک مزمن بشه، فرد پیگیری نکنه، عمل نکنه، اتفاقات حرکتی هم رقم میخوره. بنابراین وقتی یک کسی دچار اختلالات حرکتی ناشی از درگیری دیسک یا دیسکوپاتی شده احتمالاً اوضاع یه ذره وخیم‌تر و نیاز به رسیدگی جدی‌تر داره. خب اینو می‌خواستم این اسلاید رو ببینید فعلا علل حساب داشته باشید که با قسمت‌های مختلف و درماتوم‌ها و لزوم معاینات و این داستانه که ما می‌گیم شما آشنایی داشته باشید تا ان شاءالله جلسه بعد که یه صحبتی در رابطه با بیماری‌ها هم می‌کنیم. اپروچ شما بچه‌ها باید اپروچ های، حالا شما که اضافه تر میاد توی این مسائل، اپروچ ریسرچ یا پژوهشی باشه، اپروچی که برای اینکه مشکلاتی اضافه تر از اینهایی که دارید میخونید و من به شما یاد میدم و حل بکنید. اینا تو کتابا هست، میتونید بخونید، حالا من دارم براتون ارائه میدم برای اینکه براتون تسهیل بشه، راحت تر بتونید دریافت کنید و کاربردی تر یاد بگیرید. حالا مثلا همین بخش اسپاینال آناتومی یومنزو بخواید شما بخونید شاید مثلا یه هفته ازتون وقت بگیره. اینا رو شما دارید یاد میگیرید، یعنی من احساس میکنم که این اتفاق باید بیفته، شما اینا رو دارید یاد میگیرید که یک جرقه های پژوهشی، سوال های پژوهشی، سوال های در رابطه با حل مشکلات به ذهنتون برسه توی لبل های مختلف، سلولی، مولکولی، فیزیوتراپی، آزمایشگاهی، بالینی، هر کسی توی هر رشته هست و هر چیزی که علاقه داره. از همین صحبت هایی که من کردم اگر ذهن خلاقه داشته باشید یکی دو تا درمان باید به ذهنتون برسه. برای مریضی که دچار دیسکوپاتی شده، دیسک L4 L5ش درگیره، یه درمان واضح داریم، جراحی، حالا اگه خیلی لازم باشه چه درمان های دیگه میشه براش انجام داد؟ میشه در جراحیش نکرد چی کار بکنیم که مثلا بیمار تحت عملهای در واقع درمان های نان اینویزیو یا غیر تهاجمی قرار بگیره؟ تحقیقاتی که اخیراً داره توی حوزه ستون فقرات و اینا انجام میشه همین دیسکوپاتی هاست، بیماری های دیسکی که خیلی شایع هست، روش های جراحی جدید، جراحی های پربازده تر چی کار بکنیم که ساجیتال بالانس مریض خوب حفظ بشه، به هم نخوره بعد از جراحی، قبل از جراحی چی بوده، بعد از جراحی چی میشه، روش های نوین جراحی، بیماری های جدید استخوانی، چیزای ستون فقرات، تحقیقات ستون فقرات هول و هوش این موضوع داره دور میزنه، اگرچه که خیلی در واقع بحث ستون فقرات به ویژه ساختمان استخوانی خیلی شاید به اندازه مثلا تومورهای مغزی جای ریسرچ نداشته باشه، ولی کسی بخواد کار بکنه تحقیقات بین رشته‌ای خیلی خوبی ازش در میاد، یعنی خیلی موضوعات خوبی میشه پیدا کرد که روش کار کرد، در تا روش‌های شکستن ستون مهره چجوری میشه که میشکنن الگوهای شکستنشون، نمیدونم اینا همش کارهایی که خیلی خوب میشه روش پژوهش کرد و در واقع الگوهاشو بررسی کرد، آسیب‌هایی که به ستون نخاع به نخاع وارد میشه، درمانهاش، درمان با سلول‌های بنیادی، ترمیم نخاع، آسیب نخاعی و ترمیمش، اینا همش خیلی موضوعات هات تاپیکی هستش که در حال حاضر داره بررسی میشه و شما باید این اپروچ ها رو به نظر من داشته باشید برای یادگیری این مباحث. برای
این جلسه فکر میکنم کافیه که شما با آناتومی کلی ستون فقرات و اتفاقات عصبی که در ستون فقرات میفته آشنا بشین. انشالله برای جلسه بعد یه ذره تمرکز میکنم روی سری بیماری ها، بیماری ستون فقرات و نخا، و بعدم که دیگه همین. اگر سوال چیزی هست بفرمایین، اگر نه که من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فکر میکنم برای امروز کافی باشه. سلامت باشین، لطف دارین شما، ممنونم که اینقدر با حوصله گوش میکنی. بسیار سپاسگزارم استاد، خسته نباشین. مرسی، سلامت باشین. بسیار استفاده کردیم. بزرگوارین. من خجالت میکشم که شما به من میگین استاد و بچه هم میگم استاد، واقعا خودم لایق کلمه استاد نمیدونم، خیلی کلمه پروزن و سنگینیه. منم دوست شما هم صرفا و امیدوارم که تونسته باشم در اندازه یک دوست به شما چیزایی که نیاز دارین احساس میکنم به درتون میخوره رو یاد داده باشم. انشاءالله لطف دارین همین که ما حتی یک کلمه هم از شما یاد بگیریم، شما در واقع نقش استادی رو برای ما ایفا کردیم و برای ما خیلی ارزشمنده. دستتون در نکنه بابت وقتتون. انشالله جلسه بعد هم در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم، انشالله سلامت باشین. شما و دوستان عزیزم رو به خدای بزرگ می‌سپارم.